فردا آتامان رئیس آژانس فدرال ضد تبعیض در آلمان گفت که تعداد شکایاتی که در آن تصریح به تبعیض مبتنی بر نژاد پرستی ضد مسلمانان در آلمان می شود افزایش یافته است. وی در ادامه افزود آنچه که ما مشاهده می کنیم این است که متاسفانه به صورت قطعی مسلمانان با تبعیض شدیدی روبرو هستند. رئیس آژانس فدرال ضد تبعیض در آلمان دلیل قطعی بودن این مسئله را بر اساس گزارش‌های دریافتی، مشاهدات عینی و پژوهش‌های صورت گرفته عنوان نمود. وی همچنین رفتار تبعیض آمیز با زنان مسلمان به ویژه زنان محجبه را در بازار کار از جمله این موارد ذکر کرد. آتامان خاطر نشان کرد که بسیاری از مسلمانان همچنین در اماکن عمومی با تبعیض روبرو هستند و به همین دلیل خواستار ایجاد مراکز مشاوره بیشتر به زبانهای فارسی، ترکی و عربی شد تا مسلمانان بتوانند شکایات خود را مطرح کنند. این هشدارها در پی گزارش یک گروه حقوق بشری مستقر در برلین مطرح شده که اعلام کرده اقدامات ناشی از نفرت علیه مسلمانان به ویژه پس از تشدید درگیری‌های اسرائیل و حماس به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش ائتلاف علیه اسلام حراسی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در سال 2023 دست کم 1926 رخداد ضد اسلامی به وقوع پیوسته است. در این گزارش به صدها مورد توهین لفظی و تهدید علیه مسلمانان، 178 حمله فیزیکی، 4 مورد تلاش برای قتل، 5 حمله منجر به آتش سوزی و 93 مورد تخریب اموال، اشیا و آثار فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی اشاره شده است. از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، در رابطه با دلایل افزایش خشونت علیه مسلمانان و اسلام حراسی در آلمان لطفاً توضیح بفرمایید. با عرض سلام و ادب و احترام عرض کنم که ببینید، اولا این گزارشی که به اصطلاح گروه 8 نفره مبارزه با تبعیض حکومت آلمان اخیراً منتشر کرد، این مسبوق به یک سابقه است و اون اینه که در سال گذشته در تاریخ 29 ژوئن یک گزارش اول از یک مرکزی به عنوان مرکز مستقل بررسی به اصطلاح نفرت و تبعیض منتشر شد که یک گروهی چند نفره بود و اونها در واقع خواستار تشکیل یک چنین بخشی در مورد اسلام حراسی و بررسی مسائل تبعیض در دولت آلمان شدند، که این خانم هم که این گزارش رو داده که سابقا مؤسس و مدیر مثلا دیورسیتی کارتال بود و بعد هم مسئول خدمات رسانه نشریه معروف شپیگل، ایشون به عنوان نماینده مستقل از سوی حکومت در اینجا حضور داشت. توی گزارشی که ایشون بررسی کرده، اول گزارش پارسال دلیل اصلی اسلام گریزی و مسلمان اسلام حراسی رو و مسلمان ستیزی رو در واقع اطلاعات غلط و اطلاعات مخصوصا تحریف شده میدانست و عمدتاً دلیل رو پیش فهم ناخودآگاه مردم آلمان بر اساس این دیس انفورمیشن ها و میس انفورمیشن ها میدونست و علاوه بر خواستار این اجلاس شده و این گروه شده بود، خواستار این بود که وزارت های مربوط به آموزش و پرورش در این زمینه و رسانه های عمومی دولت آلمان و رسانه های دولتی در این زمینه فعالیت بیشتری کنند. و ببینید، این در واقع این کارگروهی که پارسال تشکیل شد بعد از حمله تروریستی هاناو بود و این که الان بررسی کرده، حالا ببینید که خواستار سه چیز به طور خاص شده و درخواست هایی داشته که دولت آلمان انجام بده و دولت آلمان رو هم متهم کرده که در زمینه تغییرات در مورد قانون مساوات و قانون عدم تبعیض و مبارزه با اینها اهمال داره میکنه و به تاخیر میاندازه، کماکان دلایل اصلی رو اطلاعات غلط که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر میشه و به طور خاص رسانه‌های غربی منتشر می‌کنند و همچنین عدم آگاهی دادن کافی کتاب‌های درسی در مورد ادیان دیگر و اقلیت‌های دینی، مذهبی و حتی نژادی می‌دونند. و در واقع یک مطلبی هم که این خانم اشاره کرده در گزارشش، که لطفاً تو اینستاگرام خودش هم چند روز پیش این قسمت رو کاملا منتشر کرد، اینه که بحث
مجرمیت نفرت محور علیه مسلمانان به شدت افزایش پیدا کرده و این بیش از اون حالتی که قبلا قوانین از اون حمایت نمیکرد، الان در خود اجتماع اعمال تکیه مجرمانه وجود داره که پترن متوالی و تکرار شونده داره و باید یک فکر اساسی به حال اینها کرد. بله، با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.